به نام خدا. تو این جلسه میخوایم در بخش تماس با ما فیلدها رو توضیح بدیم و در پایان گزینه هامون رو توضیح بدیم. خب فرض کنید شما یک سری اطلاعات رو هم میخوایم به صورت فرم برای هر کاربر نمایش بدیم. خب ابتدا باید گروه های فیلد رو ایجاد کنین. به عنوان مثال سوابق کاری. خب اولین گزینه ما عمومی و توضیحات خب گزینه های انتشار رو داریم و مجوز ها که قبلا توضیح دادیم و همچنین حالت انتشار دسترسی ها زبان و یاد داشت. خب من ذخیره و بستن رو میزنم. خب میام توی فیلد جدید رو ایجاد میکنم. عنوانش رو مثلا مینویسم دانشگاه محل تحصیل. خب نوعش رو متن انتخاب میکنم. نام رو به صورت خودکار از عنوان پر کنه یا مثلا میتونم این نیم براش بذارم یونیورسیتی. اینجا این نمایش داده نمیشه، فقط مال دیتابیس برچسب ها که توضیح دادیم. آیا فیلد اجباری باشد یا خیر، فعلا میذارم روی خیر. یک مقدار پیش فرض میتونیم براش انتخاب کنیم. فیلتر یا چک کردن اون که این عدد حتما الفبایی باشه، عدد صحیح باشه، شناور باشه، HTML باشه، مت باشه و خیر، فعلا میذارمش روی مت. حتی اکثر تعداد کرکترش رو میتونیم انتخاب کنیم. گروه فیلد رو انتخاب میکنیم. تو چه مجموعه تماس های نمایش بده، من میذارم رو تماس با ادمین و ذخیره و جدید رو میزنم. یکی دیگه هم میذارم سابقه کاری. خب نوعش رو میذارم متن باشه و مثلا فیلترش رو میذارم عدد صحیح. خب انتخاب ها رو هم داریم که متن جایگزین که اگه فیلد ضروری باشه چی براش نمایش بده، برچسب ها که روی سایت یا مدیریت اینا نمایش بده، بعد عنوان باشه، قبل از نمایش باشه و گزینه های انتشار، ذخیره گروهش رو انتخاب کنم، سوابق کاری، مجموعش رو هم میذارم تماس با ادمین. خب حالا یکی از تماس ها رو باز میکنم، عنوان مثال تماس با مدیر. خب میام رو بخش سوابق کاری، دانشگاه محل تحصیل رو میذارم تهران و این رو مثلا عدد الفبایی مینویسم. میبینید که خالیش کرد چون عدد باید فارسی باشه، عدد باید عدد صحیح باشه. خب ذخیره رو باید انجام دادم. حالا میام تماس ها، تماس ادمین و تماس با مدیر. ببینید اینجا به صورت فیلد مجزا برای ما نمایش داد. خب گزینه ها رو میخوام الان توضیح بدم برای دسترسی به اشتباه معمول یا از اینجا یا از سیستم گلوبال کانفیگوریشن میایم انتخاب. خب اولین تب مال نسخه تماس فردی، مثلا همین تماس با مدیر. خب گزینه اول استفاده از یک طرح، مثلا من میذارم رو انسایکلوپدیا، مال قالب دیگه ریفرش میکنم. ببینید تغییری انجام نمیده چون این رو ما داریم با یک منو نمایش میدیم. خب حالا اگر من از توی تماس های ادمین یکی دیگر رو انتخاب کنم، ببینید لیوت با این لیوت کاملا فرق کرده. این رو همیشه مد نظر داشته باشید. خب بعدی ما مجموعه تماس نمایش پیوند و ذخیره رو میذارم. مجموعه‌ای که این تماس توش قرار داره رو به ما نشون میده یا با لینک یا بدون لینک. اینجا ما داریم که عدم نمایش پیوند یا نمایش پیوند. ورژن ها رو داریم که قبلا توضیح دادیم، یا ورژن ها برای تماس فعال باشه یا نه، تعدادش رو میتونیم
مد نظر قبلی نمایش فهرست تماس. خب اگر من ذخیره کنم نمایش بدم و ریفرش کنم، لیست بقیه تماس هایی که تو این گروه داریم رو به ما نشون میده و ما میتونیم از اینجا بهش دسترسی داشته باشیم. برچسب و اطلاعات تماس رو داریم که مثلا اگه من این رو مخفی کنم دیگه ما اطلاعات تماس رو ما نشون نمیده، مثلا تلفن، محل، آدرس. بقیه رو میتونی از رو نامش حفظ بده، نام نشون بده، مقامش رو نشون بده، ایمیل رو نشون بده. مثلا اگه من ذخیره رو بزنم قبلا ایمیل رو نشون نمیداد و الان ایمیل رو هم به ما نشون میده، بهتره ایمیل رو نمایش ندیم تا ایمیل اسپم نشه. تمام اینها رو میتونین نمایش عدم نمایشش رو کلیک کنید. به عنوان مثال این اطلاعات تکمیلی میتونین روی مخفی بذارینش و دیگه نمایشش نده. خب میتونین یک تصویر کلی انتخاب کنین برای کاربری که تصویر براش انتخاب نکردین، اینجا مثلا برای بقیه نمایش بده. نمایش مطالب کاربر، اگر کاربر توی سایت مقاله داره به صورت یک تب براش مقالاتش رو میاره. نمایش تعداد مطالب در لیست، مثلا چند تاشو نشون بده، الان 5 تا رو نشون میده. مشخصات کاربر که میتونه از پروفایلش بخونه، و فیلد های سفارشی رو نمایش بده یا نه، لینک های تماس که ما توی چیز وارد کردیم و آدرس وبلاگ، آدرس فیسبوکش، و میتونیم برای هر کدوم از این لینک ها برچسب مجزا تعیین کنیم. خب گزینه بعدی ما گزینه های آیکونه. ببینید ما اینجا به صورت دیفالت یه سری آیکون واسه فیلد ها داریم، میتونیم بگیم که به جاش متن نمایش بده. میتونیم نیست آدرس، ایمیل، اینا همه تو فایل ترجمه هست، یا هیچ کدوم، یا آیکون ها رو ما خودمون به صورت سفارشی انتخاب کنیم. من مثلا این رو انتخاب میکنم، خب از چیز زیبایی نمیشه و ریفرش میکنم ببینید جاش که آیکون جایگزین اوورد. گزینه بعدی ما مال مجموعه است. خب اگر من تماس های ادمین رو کلیک کنم، انتخاب تر همون پیشفرض عنوان مجموعه که تماس با ادمینه نمایش بده یا نه، ریفرش میکنم، توضیحات هم اینه که نمایش بده یا نه، تصویر مجموعه نمایش بده یا نه. خب راجع به زیر مجموعه ها قبلا صحبت کردیم، اگر زیر مجموعه داشته باشه نمایشش بده یا نه، توضیحات اون رو نمایش بده یا نه، اگر مجموعه خالی بود نمایش بده یا نه، تعداد تماس ها رو نمایش بده یا نه، برچسب ها رو همچنین. قبلا راجع به اینها صحبت کردیم. گزینه بعدی ما مجموعه هاست که ما اینها رو داریم. حالا میگه که توضیحات رو نمایش بده یا نه. اگه من ریفرش کنم توضیحات نمایش بده، چون ما اینجا همه بالا دستی هستن شامل اینا نمیشه. سطوح زیر مجموعه توضیحات زیر مجموعه رو نمایش بده یا نه. حالا اگه من ریفرش کنم دیگه این توضیحات نمایش داده نمیشه. تعداد تماس ها رو که اینجا می نویسه نمایش بده یا نه، این رو هم نمایش بده. بعدی طرح‌های لیست، اگر رو تماس های ویژه کلیک کنم لیست تماس ها رو به این صورت داریم که فیلد فیلتر داشته باشیم. انتخاب نمایش، این مال تعداد نمایش لیست هامونه. بعدی تصویر رو داشته باشیم
نه تصویر تماس رو. خب الان باگ نمایش نداد. ایمیل رو داشته باشیم، ایمیل رو اضافه کنه یا نه، تلفن همراه، دورنگار، شهر، اینا رو همه رو میتونین داشته باشیم. حالا میتونیم بر اساس نام یا چیزهای دیگه اینها رو مرتب کنیم. بعدی گزینه های فرم تماس، اگر من یکی از اینها رو باز کنم، بیایم رو فرم تماس، که فرم تماس رو کلن داشته باشیم یا نه، یه فرم رو نداریم. خب کپچا باید اگه بخوایم میتونیم انتخاب کنیم، باید پلاگین کپچا فعال باشه و یک سری اطلاعات وارد کنیم. خب محدود ارسال کپی به کاربر، مال ذخیره کنم، این تیک بیاد یا نه که بهش این اجازه رو بدیم که تعیین کنه که یک کپی براش بره یا نه. خب محدود سازی ایمیل، شما میتونین توی آدرس ایمیل یک سری کلمات رو ممنوع کنین، به عنوان مثال سئو و یک سیمیکالن جداشون میکنین، مثلا حالا نیوز. موضوع هم میتونین باز به این سبک کلمات رو وارد کنین، توی متن هم میتونین سری کلمات رو وارد کنین که فیلتر کنه اون کلمات رو وارد نکنه. بررسی جلسه که اگر روی کاربر، روی سیستم کاربر کوکی فعال نبود، ایمیل رو ارسال نکنه. پاسخگویی خودکار که البته باید توی پلاگینش یه سری اطلاعات رو وارد کنین که مثل اینکه کاربر فرم رو ارسال کرد براش یه دونه جواب بیاد. ارجاع تماس، یعنی بعد از اینکه این فرم رو تحویل داد ارسال کرد به کدوم صفحه ریدایرکت بشه، میتونه اصلا یه صفحه یا سایت دیگه باشه. گزینه‌های مجتمع سازی خوراک و سطح دسترسی رو هم قبلا توضیح دادیم. خب توی این جلسه بخش تماس با ما هم تموم شد.